ابرام، این سرزمین را به فرزندان تو می بخشم. من می روم. ابرام، زندگی ما همینطور خواهد ماند؟ سارای، تو زن قوی هستی، می توانی به هر مشکلی پیروز شوی، مایه افتخاری. من می ترسم ابرام، می ترسم. نه ترس، خدا دروغ نمی گوید. هنوز کلامش را می شنوم که می گفت از خانه پدری و این سرزمین برو و به سمت سرزمینی که من هدایتت می کنم برو. می دانم شگفت آفرین است، ولی در حرم بمانیم. صبور باش و گوش کن. او گفت تو پدر امت بزرگی خواهی شد، برکتت می دهم و نامت را بزرگ می سازم. آه ابرام. و برکت خواهم داد کسانی که به تو خوبی کنند، و لعنت خواهم کرد آن کسانی را که به تو بدی نمایند. او تو را می خواند، نه مرا. تو را برکت می دهد. همه چیز برای هر دوی ماست. نه، مرا رها می کنی چون نازایم، همسری دیگر می یابی. سارای، هرگز اینطور نخواهد شد. او با تو صحبت کرد، نه با من. سارای، تو تنها محبوب منی، ملکه قلب منی. از دوران نوجوانی تو را دوست داشتم. هنوز هم دوست داری؟ البته، و خواهم داشت. تو قسمتی از وعده خدایی. قبل از رفتن از حران به معبد می روم تا مراسم بارداری بگذرانم. نصارای، خدا به ما وعده داد. خدا به تو وعده داده، من هم وعده ای می خواهم، چیزی که باعث امیدم شود. او از تو دریغ نمی کند سارای، تو همسرمی، تنها همسرم. می روم تا با برادرم ناهور خداحافظی کنم. سلام بر شما. و بر شما. من و خانواده ام آماده سفریم. من می روم با برادرم خداحافظی کنم. من این کار را کردم. سرورم لوت، بهتر است شما و همراهانتان در شمال شهر منتظر بمانید. بسیار خوب. همه چیز برای سفر آماده است؟ بله سرورم، فقط خیمه بانو سارای مانده است. خوب است، اساسها را بار شترها کنید. وقتی که برگشتم حرکت میکنیم. انجام میشود سرورم. خیلی درد داری؟ نه، کمی درد دارم، ولی وقتی یک نوزاد سالم و زنده به دنیا بیاید دردها فراموش می شود. ناهور، ناهور، صدای کیست؟ برادرم ابرام، خوش آمدی، خوش آمدی. بیا داخل، بیا داخل برادر. ابرام، خوش آمدی، خوش آمدی. خوش آمدی، خوش آمدی برادر. بنشین، بنشین برادر. آمدم برای خداحافظی. به کجا می روی برادر؟ به سرزمینی که خدا وعده داده. چرا با ما در حران نمی مانی؟ خداوند به پدرمان خانه ها و گله های زیادی داده است و ما به ارث بردیم. من مطمئنم که اگه پدرمان اکنون زنده بود
اولین کسی بود که ما را از اینجا بیرون می برد، همانطور که قبلا از اور رفتیم. اینجا چیزی کم داری؟ اینجا خانه داری، گله داری، زمین داری و همسری زیبا. تو به راحتی باردار شدی؟ من و شوهرم در معبد حران مراسم گذراندیم. مراسم باروری به جا آوردیم. فقط در معبد مراسم گذراندیم؟ البته که گذراندیم و خدا لطفش را بر ما داشت. همین جا بمان ابرام. اگر یک مرد ثروتمند بخواهد همسر زیبای تو سارای را از تو بگیرد، چه کار خواهی کرد؟ نمیدانم. میگویم که او نازاست. در این صورت آنها فکر میکنند لعنت به سرزمینشان آوردی و شما را بیرون خواهند کرد از آنجا. در آن صورت میگویم خواهر من است. شاید تا آن زمان بچه دار شویم. بعد از این همه سال؟ کاری نزد خدا سخت نیست. خداوند رحم کن بر ابرام، او نادان است. باید بروم. به زودی اینجا را ترک می کنیم. خدا حفظت کند برادر. همینطور تو را برادر. خدا نگه دارد. تو به عنوان مردی ثروتمند با همسری زیبا پی وعده خدا می روی. به سلامت ای برادر من. نگاه کنید عمو، مردی در آنجا نشسته است. اینجا منتظر بمانید. همه اینجا بمانند. نزد او برویم. سلام بر شما. و سلام بر شما. این زمین ها از آن کیست؟ اجازه می خواهیم آنجا اردو بزنیم. هر جا که می خواهید خیمه بزنید. مالکان آن ترکش کردند. برای چه؟ چون باران نباریده، شاه ها خشکند، خاکش بیبار شده و با باد در هوا پخش می شوند. مثل خرابه ها ترکش کردند. فقط بیماران و افراد مسن مثل من ماندند. منتظر مرگمان هستیم. کمی آب دارید؟ گله های ما زیادند و ما به آب نیاز داریم برای آنها. آب برای این مرد بیاور. گفتم آب برایش بیاور. اطاعت. الیازر. بله سرورم. کوزه آبی بیاور. بسیار خوب. آب در اینجا کم است. مردم با الاغ به دوتان و گزرهیل می روند تا آب برای خوردن بیاورند. احمقانه است که اینجا اردو بزنیم در این مکان خشک و بی آب. اینجا زمانی سرسبز و پربار بوده تا حداد خدای باران خشمگین شد.
چرا حداد خشمگین شد؟ نمیدانم. حتی فرزندانمان را برایش قربانی کرده ایم ولی جوابی نداد. نمیدانم چرا ابرام ما را به اینجا آورده است. وقتی در شهر زندگی میکردیم راحت بودیم، در امان بودیم. مطمئنم سرورم ابرام با حکمت است. باید در حرام میماندیم، در خانه تحمل ندارم. شاید شما بتوانید برای حداد قربانی کنید. آنجا نزدیک درخت جادوگری است. شاید برای تان کاری کنم. ما فقط برای خدای یکتا قربانی میکنیم. چی؟ خدایم حداد اگر بشنود خشمگین‌تر میشود. نه ترس ای مرد، بیایید فوراً از اینجا برویم. حرکت کنید. بیایید. خیمه ها را در دره برپا کنید. ولی عمو جان، وضع اینجا بد است. بهتر نیست به حرام بازگردیم یا به مکان دیگری حرکت کنیم؟ چند روزی در اینجا خواهیم ماند. علف خشک برای گله پیدا می شود. فردا از کوه بالا رفته و اطراف را نگاه می کنم. من هم می آیم. بسیار خوب. فردا صبح. چرا تا نان سرد نشده نمیخوری؟ گرسنه نیستم. ولی در تمام روز که غذایی نخوردی. میدانم. از وقتی بالوت برگشتی تغییر کردی. چه شد در کو؟ بگو. هیچ نشد. بعد از این همه سال زندگی مشترک نمیتوانی چیزی از من مخفی کنی. خوب تو را می شناسم. هرگز باور نخواهی کرد. چرا زود قضاوت می کنی؟ به من بگو، آنگاه خواهی دانست باور می کنم یا نه. بالای کوه رفتم بالوت. به اطراف نظاره کردم تا جایی برای اردو زدن و برپا کردن خیمه ها بتوانم پیدا کنم. منظره زیبایی بود که در تمام طول زندگیم هرگز تا به امروز ندیده بودم. واقعا؟ بله. باید با من بیایی تا با چشم خودت ببینی. خب دیگر چه شد؟ لوت برای انجام کاری از من دور شد. و بعد چه شد؟ و بعد از آن الهامی به من رسید سارای. صدایی مثل رد شنیدم که مرتب میگفت ابرام، ابرام. تو چه کار کردی؟ به پشت سرم نگاه کردم تا ببینم این صدا از کجاست. و چه دیدی؟ هیچ چیز. انگار که صدا از طرف آسمان بود.
و بعد چه شد؟ ترسیده بودم و می لرزیدم که به روی زانو افتادم. ناگهان همان صدا از آسمان آمد که می گفت ابرام. بعد گفت این سرزمین را به نسل تو می دهم ابرام. آه، به نسل تو این را می دهم. به معنی این کلام فکر کردی ابرام؟ بسیار فکر کردم. نسل تو از کجا می آید؟ من که نازایم. هیچ کاری برای خدا مشکل نیست. سارای، آنچه گفتم را باور داری؟ بله. باور کردن تو برایم بسیار مهم است سارای. ولی آیا کسانی که با ما آمدند باور خواهند کرد وعده خدا را؟ شاید باورت کنند، ولی گمان نمی کنم که قبول کنند در این سرزمین خشک و بی ثمر بمانند. به همین دلیل هم نگرانم. بعد آن چه شد؟ از هوش رفتم تا لوط آمد و کمک کرد از کوه پایین بیایم. در راه بازگشت دوباره چیزی دیدم که باعث لرزش تنم شد. بیاورش تا برای خدایان قربانی کنم. پسرم من است. باید او را به خدایان تقدیمش کنم. بده. نه پسرم است. التماس میکنم او را به من بده. تنها راه برای مهربانی خداست. نباید این کار را بکنی. او تنها پسر من است. التماس میکنم تنها فرزندم. او را به من بده. حافظ صبر کن. ما صدها سال است که صدها قربانی در زیر این درخت میگذاریم. نمیتوانی مانع شوی. خداوند ما را منع کرده از قربانی کردن انسان. نترس، پسرت با ابرام در امان است. ولی جادوگر بزرگ از این خوشنود نمیشود. این جادوگر بزرگ شما کیست و کجاست؟ او در زیر این درخت مینشیند و جادو میکند. او شیطان و ارواح را احضار میکند و هر آنچه آنها بگویند را انجام میدهیم و آنها حتما از شما انتقام سختی خواهند گرفت. بیایید. ملعون، لعنت شده ها، انتقام خواهد گرفت. از شما انتقام خواهد گرفت. از این اتفاق می ترسم ابرام. نباید بترسی سارای، خدا با ماست. سلام بر شما. و سلام بر شما. چرا گوسفندان رو به پایین دره نمیبری؟ الان میبرم. عمو جان، آبی که داشته این تقریبا تمام شده و به زودی همگی از تشنگی خواهیم مرد. اگر آب نیابیم یا از اینجا نرویم، فردا بالای کوه خواهیم رفت و مذبحی میسازیم. مذبح برای چه؟ برای پرستش. ما وقت زیادی نداریم. شنیدم در نزدیکی اینجا زن محسن نیست که جادو میکند. چرا از او نمیخواهید کمکتان کند؟ بگویید تلسمی برایتان بسازد و آن را از درخت آویزان کند. شاید بتواند کمکمان کند. تلسم و جادو را فراموش کن. در بالای کوه دعا خواهیم کرد. خدا را، خداوندی که همتایی ندارد. ابرام، نگاه کن. همه خواهم مرد. خدای تو در حرام ماند و با ما نیامد. چرا از خدایان این محل کمک نگیریم؟ فردا به بالای کوه می رویم و مذبحی می سازیم برای خدایی که ما را به این سرزمین آورد.
چه چیزی رو قربانی کنیم؟ یک بره بی ای برای خداوند. فرمان شما انجام خواهد شد. الیازر. بله. از گله بهترین را بیاور. بسیار خوب. و به همه بگویید. چشم سرورم. برو. سرزمینی است که خدا به من و نسلم وعده داده است. اینجا را عمو جان؟ اینجا خشک و بی‌ثمر است. پرندگان هم رفتند. آب هم ندارد. همه مردم از اینجا فرار کردند، مانند افراد دیوزده. از خدا پرسیدی که چرا این سرزمین را به تو داد؟ تمام این راه را آمده ایم برای سرزمینی خشک و بایر؟ دوران خشکی تمام خواهد شد و مثل قبل سرسبز و پرثمر می شود. مردم گفتند اینجا قبلا سرسبز و پرثمر بوده است و پربار. تا وقتی که بخواهد به صورت قبل برگردد، همه ما را می کشد و همگی ما خواهیم مرد. چاه خواهیم کرد. مطمئنم خدا احتیاجاتمان را برآورده می کند. صدای خدا بسیار واضح بود وقتی وحی به من داد: ابرام، این سرزمین را به نسل تو می دهم. آیا نشانه از آب اینجا هست؟ نه خشک است سرورم. باید باز هم بکنیم تا به آب برسیم. ما این کار را انجام می دهیم. به کندن ادامه بدهید. چقدر آب برای ما مانده است؟ حد اکثر برای 2 روز ما. و بعد آن از تشنگی خواهیم مرد. بله، اگر در آن چاه ها آب پیدا نشود. چه کنیم؟ باید سرورم را قانع کنیم که برگردیم. درسته. ببخشید که میپرسم بانویم، نمیخواهید توجه سرورم را جلب کنید؟ شاید این دفعه شما باردار شوید. سعی میکنم، ولی به من توجه زیادی نمیکند. اخیراً نگران خانواده است، چون آب کمیاب شده. همیشه در فکر است که چیکار کند. بفرمایید بانویم، این بخورها را بکنید. این بوی بسیار خوبی دارد. باید آن را به بدنتان بمالید. آنگاه برای سرورم ابرام سخت خواهد بود تا در برابر شما مقاومت کند و به شما توجه زیادی خواهد کرد. و بعد از هم بستر شدن با سرورم، یک جام از این گیاه را جوشانیده و برای باروری بنوشید. اگر به خاطر این گیاه نبود، گوسفندان حامله نمی شدند. واقعا؟ بله. افسون و طلسم بسیاری انجام دادم، ولی هیچ کدام کارگر نبود. از این گیاه نوشیدنی برایم بیاور. شاد باشید بانویم. شبتون بخیر سرورم. شب بخیر. این بوی خوب از چیست؟ برای شما سرورم. نقشه‌ای برایم داری؟ من شما را دوست دارم و می‌خواهم با شما باشم. من هم تو را دوست دارم همسرم، ولی نگرانی دارد مرا می کشد. چه نگرانی شما را از من دور کرده است؟ مردم ما، آنها خستند و در حال شکست. می توانیم به جایی که بودیم برگردیم، به هران. ولی الهام خدا این بود که به من می گفت این سرزمین را به نسل تو می دهد.
در این مورد قبلا صحبت کردیم و نظر مرا میدانی. من ایمان دارم که خداوند کمک ما خواهد کرد. امیدوارم نیازهای مرا هم ببینم. یک لحظه بیایید بانوی من. بفرمایید، جوشانده است، بنوشید. ممنون. موفق باشید بانوی من. ابرام؟ امیدوارم که سلامت باشید. شما هم همینطور. چرا خاک خیس است؟ برای این است که کندن آسان‌تر شود؟ نه سرورم، امروز صبح که شروع به کندن کردیم در چاه خاک خیس شده. چرا مرا از این موضوع با خبر نکردید؟ مقدار آب بسیار کم بود سرورم. ولی امیدوارمان میکند. باز هم بکنید، شاید آب در عمق بیشتری باشد. اثر عطر بر سرورم چگونه بود؟ بد نبود، اصلا بد نبود، ولی تأثیر خواب برای او بسیار بیشتر بود. نباید ناامید شوید بانویم. سلام بر شما. سلام بر شما سرورم. عمویم کجاست؟ برای دیدن چاهکنها رفته است. بفرمایی سرورم، این کیک را تازه پختم. ممنونم. ببینید سرورم ابرام. میخواهم با او درباره موضوع مهمی صحبت کنم. سلام بر شما. و سلام بر شما سرورم. دیدم که الیازر و چوپانان می رفتن تا برای گوسفندان علوفه پیدا کنند. به شما چیزی نگفت چون که به دنبالتان بودیم. باشد پسرم، بیا بیا داخل. بنشین. چه شده است؟ بگو به من. عمو جان، باید این مکان را ترک کنیم در اسرع وقت. مقدار کمی آب برای ما مانده است. آیا امکان دارد تا خداوند ما را اینجا ترک کند تا بمیریم؟ باید با عقل سلیم و فکر موضوع را ببینیم. شما با عقل سلیم خود چه فکری می کنید؟ باید چه کاری انجام دهیم تا نجات یابیم؟ اینجا را ترک کنیم، به مصر برویم. آنجا آب هست و سرسبزتر است. فکر میکنم این راه حل بسیار خوبی است. ولی خدا به ما وعده داده. وعده داده، زمانش را تعیین نکرده. به مصر میرویم و در وقت مناسب برمیگردیم. یک روز به من فرصت دهید. شاید معجزه اتفاق افتاد و در چاه آب پیدا کنیم. امروز ما در چاه نشانه ای از رطوبت خاک یافته ایم. پس قول بده اگر فردا آب پیدا نکردیم اینجا را ترک کنیم و به مصر برویم. بله، خواهیم رفت. ای خداوندم، احساس می کنم که مرا ترک کرده ای.
برای من فقط مقدار کمی آب مانده است. کمک کن تا برخلاف وعدت مجبور به کاری نشوم. این بر طبق اراده من نیست. اگر مجبور شوم که به طرف مصر بروم و چون مرا مجبور می کنند از تو می خواهم که مرا برکت دهی تا آنجا و اموالم را، برکت دهی در طول سفرم خداوندم. ابرام چه شد؟ بر طبق خواست سرورم فرعون شما اجازه دارید در مصر بمانید. من از شما متشکرم برای این و از فرعون خدای مصر. سرورم میخواهد شما را ببیند. شما و همسرت را به قصد دعوت کرد. او همسر من نیست، خواهر من است و این برادرزاده ام لوط. بسیار خوب، فردا شما رو به همراه خود به قصر سرورم میبرم. تشکر فراوان از شما. فردا برمیگردم. خدا نگهدار. میخواهم سوالی از شما بپرسم عمو جان. چرا به فرستاده فرعون گفتید سارای خواهر شماست نه همسرتان؟ چون مردم مصر باور دارن که پسر ارشد موجب برکت سرزمین خواهد شد و زن نازا لعنت خواهد آورد. خب دروغ هم نگفتید، او واقعا خواهرتان است و از یک پدر هستید. این به خاطر خودش است، چون که او همسر من است و نازا است. سرورم مهمانان آمدند. داخل شوند. سلام بر فرعون خداوند مصر. و سلام بر شما. این ابرام است و آن برادرزادش و دوشیزه سارای. خوش آمدید دوشیزه سارای، امیدوارم از مصر خوشتان آمده باشه. جای زیباییست. تمام زنهای سرزمینتان مانند خواهرت زیبایند ابرام؟ به دستتان نگاه کنید سرورم، آیا همه انگشتان شبیه همند؟ منظورت را میفهمم ابرام، تو مرد حکیمی هستی. امیدوارم از نظر تو مشکلی نباشد که خواهرت در قصر مهمان ما باشد و به زیباییش بیفزاید با زیور اولاد. تصمیم با خود او سرورم، از او بپرسید. در مورد ماندنت در قصر نظرت چیست؟ این مرا خوشحال میکند سرورم. خوب است، هاجر بیاید. اطاعت سرورم. در خدمتم سرورم. سارای را به قسمت زنان ببر، به همه درخواستهایش گوش کن. هرچه خواست بدهید، هر چیزی. اطاعت می شود سرورم. بفرمایید. سارای
بنشینید. از سرزمینتان برایم بگویید. ضرب المثل بسیار معروفی داریم سرورم، اگر اجازه دهید برایتان بازگو کنم. حتما، میشنوم. میگویند که آن که نقره بسیار دارد شاید خوشحال باشد، آن که زمین بسیار دارد ممکن است شاد باشد، ولی آن کس که هیچ چیز ندارد در آرامش خواهد خوابید. دقیقا مانند من. کدام پادشاه است که داراییش را ندهد؟ تا در آرامش باشد چه کسی میتواند به راحتی بخوابد؟ وقتی مانند من مسئولیت‌های بزرگی دارد، که رود نیل آب کافی دارد، خورشید طلوع کرد و گیاهان رشد کردند. شما مراقب رود نیل و خورشید هستید؟ البته، اگر قربانی نگذاریم هیچ اتفاقی نمی افتد. ممکن است زمین بایر و خوش شود و مردم گریه و زاری کنند از سختی ها. ولی در اور همه معتقدند که خداوند همه این کارها را برای من انجام می دهد. ولی من خدای مصرم، باید مطمئن شوم که همه کارها در زمان مناسب و به ترتیب انجام شود. بخورید. سرای در قصر فرعون الان بسیار راحت است. با زیباییش فرعون را شیفته خود کرد. نگرانم لوت، خیلی نگرانم لوت. نمیدانم فرعون چه خواهد کرد وقتی که حقیقت را بفهمد. ولی او نباید بفهمد. ولی میدانی که هر چیز پنهانی روزی آشکار خواهد شد. پس حقیقت را بهتر از خودتان به او بگویید پیش از آن که فرعون متوجه شود. مرا خواهد کشت. پس به سارای بگوییم مراقب باشد تا فرعون متوجه نشود که سارای همسر و زوجه توست و همینطور نازا. کاش ابراهیم را می‌دید که چقدر جوانتر از قبل و زیباتر شدم. پوست صافم و گیسوانم، بوی این عطرم، آه، آرایش چهره من را تغییر داده است. ابراهیم؟ بله. طوری صحبت میکنی که انگار شوهرت است. احساس میکنم که رازی داری. اینطور نیست؟ همه ی آدم ها رازی دارن، ولی من ندارم. ممکن نیست. ولی تو رازی داری. شاید. نمیخواهی در موردش بگویی؟ شاید بعدا. حال میخواهم بشنوم. بگو. بیا نزدیک. خدا رحم کند. همه ی تولیدات گلت را میخرم، گوش، پنیر، شیر. آن گله ها متعلق به شما سرورم، آنها را شما به ما دادید. مال من بودند، حال از آن توست. از سخاوتتان ممنونم و تشکر میکنم. آیا پنیر ما را دوست داشتید؟ خیلی زیاد. از خزانه خواستم نرخ همه آنها را به شما بدهد و در قصد استفاده کنند. خیلی از شما متشکرم سرورم، ولی هنوز تقاضایی دارم از شما. بگو. میخواهم با خواهرم به طور خصوصی صحبت کنم. چرا که نه؟ خواهرت بسیار زیباست و مرا شیفته خود کرده. همینجاست مشکل. مشکل؟ چه مشکلی؟ منظورم این است که شاید به خاطر زیباییش موجب حسادت زنهای دیگر قصد شود. آنها دوست دارند که شما به ایشان توجه کنید.
و این مانع است. نگران نباش، از این نظر کسی نمیتواند بر ضد اراده من رفتار کند و این اراده من است. متشکرم. او را نزد خواهرش سارای ببرید. بفرمایید سرورم. خوش آمدی ابرام، بیا بنشین. متشکرم. میتوانیم خصوصی صحبت کنیم؟ حتما، برو. زندگی در قصر برایت چگونه است؟ واقعا عالیه، هرچی بخواهم دارم. خوب است. ولی زندگی ساده با تو را ترجیح میدهم و در کنار تو بودن شوهرم. ممکن است کسی بشنود و برود به فرعون خبر برساند و آن وقت این باعث نابودی همه ما بشود. نگران نباش، کسی نمیشنود. بگو، هنوز هم دوستم داری؟ مثل همیشه عمرم و بیشتر. چه وقت از تو فرزندی خواهم داشت؟ هر وقت خدا بخواهد. تو ناراحتی که من در قصر ماندم؟ خیلی زیاد، ولی کاری نمیتوانم بکنم. شرایط این را به وجود آورد. میخواهم بدانی هر اتفاقی بیفتد نسبت به عشق و ازدواج من وفادارم. سارای، حس میکنم در تمام این اتفاقاتی که در مصر برای من افتاد من مقصرم. خودت را ناراحت نکن شوهرم. من مقصرم، به کلام خدا گوش ندادم و وفادار به او نماندم. چرا نمیگویی قحطی که در شکیم به وجود آمد از طرف خداوند بود تا ما به مصر بیاییم برای امتحانی بزرگتر؟ این حقیقت ندارد. میکنم وقت چیدن پشم گوسفندان رسیده است. سال پیش همین موقع بود که وارد مصر شدیم و پشم گوسفندان را چیدیم. درست است. ببین زمان چقدر زود میگذرد. امسال برای پشم چینی گله زمان بیشتری لازم داریم چون خیلی زیاد شدند. البته مخصوصا بعد از این که فرعون به سرورم ابرام 500 گوسفند پروار و فربه بخشیده است. گاف ها و شتور ها را چرا فراموش کردی؟ چطور میتوانم فراموش کنم وقتی که مسئول همه آنها خودم هستم؟ خدا را شکر که گاف ها و شتور ها را نمیخواهد پشم چینی کنی. فرعون مصر دوست صمیمی عمویم ابرام شده است. هر چه بخواهد به او میدهد. چه شده است؟ بیا رویم ببینیم. کافیه، بس کنید. کافیه، بس کنید. چرا دعوا میکنید؟ برای گوسفندان سرورم ابرام آب آماده کردم. وقتی رفتم گوسفندان سرورم را بیاورم، او گوسفندان سرورم لوز را آورد و آبها را خوردم و این بار اولش نیست. تو برای چه این کار را میکنی؟ 9 روز پیش در آقل گوسفندان را باز گذاشت و برای جمع‌آوری آنها تا شب کار کردم. شاید او عمدن این کار را نکرده باشد. عمدن؟ او مرا میزند. میزند. کافیه، من تلافی خواهم کرد. دو برابر به سرت میآورم. کافیه، بس کنید. برو، بروید دیگر. از دعواهای بین چوپانان شما و سرورم ابرام خسته شدم. هر روز یه مشکل داریم. با آنها صحبت میکنم.
عمویم ابرام هم باید با چوپانانش صحبت کند تا دیگر دعوا نکنند. زمان پنیر گرفتن دیر شده. هر روز از قصر می آیند تا شیر و پنیر ساخته شده را ببرند. عجله کنید، نباید منتظر بمانند. الان تمام می شود. بگو به من طبیب، دلیل این تابلهایی که در صورتم زده و دیگران هم دارند چیست؟ باید بگویم سرورم، داروهای مختلفی استفاده کردم ولی هیچ کدام افاقه نکرد. پس تو دلیلش را نمیدانی؟ کمی به من وقت بدهید تا دلیلش را بیابم. وقت؟ فقط کمی سرورم. وقتی که تابل بر همه مردم ریخت؟ نه، فقط کمی زمان نیاز دارم. من دلیلش را میدانم. به ما اهمیت ندهید، او که بلد نیست. خواهیم دید. تو میدانی؟ بله سرورم، چون در قصد زن شوهردار و نازایی است. کدام زن؟ سارای که ابرام گفت خواهرش است. آیا تو مطمئنی؟ وقتی با همسرش صحبت میکرد شنیدم. چرا به من نگفتی؟ نمیدانستم که موضوع مهمی است. برو و هاجر را با خود بیاور. اطاعت سرورم. حالا دیگر میدانم چرا همه تاول زدند. چون در قصر یک زن نازا وجود دارد. برای همین از گربه های مقدس نازا شدند. مقصر آن زن نازا است، درسته؟ و من قدرتم را برای اداره مردم از دست دادم. بله، مقصر همان زن نازا است. خفه شو. در خدمتم سرورم. هاجر، درباره سارای چه میدانی؟ برایم خیلی سخت است. او بهترین دوستم است. باید بگویی تا نجات یابیم از لعنت. دهان باز کن هاجر. بسیار خوب، سارای خواهر ابرام است. این را میدانم. و همینطور همسرش. چطور ممکن است؟ هر دو از یک پدرند ولی مادرشان فرق دارد. هر کدام از یک مادر. و اون نازا است. درسته. گفتم که به تو. خفه شو. آرام باشید، خشم دلیل همه بیماری هاست. برو و سارای را بیاور. اطاعت. حال چه کنیم؟ آرام آرام باشی سرورم، حال دلیل را میدونیم، باید برمند. چرا دوستم ابرام با من چنین کاری کرد؟ از اون میپرسیم و دلیلش را میفهمیم. در خدمتم. اولین بار که تو را دیدم گمان کردم همسر ابرامی، ولی گفت خواهرش هستی. آن وقت قلبم برایت لرزید. تو در نظر من زیباترین زن بودی، زیباتر از حرکت باد و زیباتر از نیل. ابرام بهترین دوست من شد، ولی به خاطر تو غم همه وجودم را گرفته. چرا سرورم؟ کار وحشتناکی با من کردی. حقیقت را مخفی کردی. تو همسر اویی و نازایی. قصد بدی نداشتیم سرورم. ابرام مجبور به این کار شد. ترسید که او را بکشید. او را ببخشید سرورم. او بهترین دوست من است. او برایم اعتراف کرد که همسر دوست شماست. و همینطور نازا. ترسیدم بگویم. به عنوان طبیب شخصی شما سرورم، اگر او را از قصر بیرون کنیم تا اولها می روند. چرا از جلوی چشمان من دور نمی شوی تو؟ دیگر صحبتی نکن. گوش به فرمانم. به خاطر این سارای باید بروی از مصر. هاجر را به عنوان هدیه به تو می دهم. شما سخاوتمندید. شوهرت را بردار و از مصر برو. شما آرامش مصر را برهم زدید. بروید.
بروید. نه نه، قبل از آن ابرام را نزد من بیاورید.